سلام، وقتتان بخیر. بسیار زیاد خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های من مختار لشکری به نام کاکتوس. امشب قرار است که با یک دوست، با یک آشنا، با یک صدای نام، با کسی بسیار دوستش داشتید و دارید صحبت کنیم. یاد گذشته ها را کنیم، یاد قدیما را کنیم، یاد کابل را کنیم، یاد وزیر اکبرخان و شارنه و یاد سر زیرزمینی و پل باغ عمومی را کنیم، یاد چایک های سبز و شیرپرکک های خوب مزار و کابل را کنیم. من هر زمانی که صدایش میشنوم ناخودآگاه میرم به چند سال قبل کابل و یاد میآید روزهایی که در کابل او صدای دوست داشتنی را میشنیدیم و میشنیدید و کیف میکرد. مهمان امشب من قاتل نیست، وطن فروش هم نیست، دوست هم نیست، اما متهم است. متهم به این که در کنار مردم بوده، با مردم بوده، سرش به کار خودش گرم بوده و خلاصه متهم است که یک هنرمند است، آن هم در کشوری که حالا ساز و سرود جرمش از فروختن وطن و کشتن وطندار و ظلم و جنایت بیشتر است. خانم ها و آقایان، مهمان این برنامه من آقای شرافت پروانه است. دمی ملکای غربت خسته هست و غریب و به کسا بشکسته هست و جناب پروانی سلام، وقتتان بخیر. چقدر خوب که ما باز شما رو میبینم. سلام و صد سلام مختار جان لشکری نازنین، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و خوش و خندان باشی و جا داره که یک سلام و احترامات تقدیم بکنم بر تمام وطندارای نازنینی که ما را از طریق برنامه زیبای شما مختار جان لشکری نازنین، از طریق برنامه کاکتوس ما را بیننده هستن. امیدوار هستم که لذاتی را با ما و خودتان می باشن، خسته کن نباشه و زنده باشین، سلامت باشین. تشکر لشکری سپر قربانتان پروانی سپ. یادم می آید که آخرین باری که من با شما رو برو دیدم در استودیوی کاکتوس کابل بود، با یکی دیگه کمی قصه کردیم و صحبت کردیم. چقدر وقت تیر میشه پروانی سپ؟ دو سال؟ دو نیم سال؟ همه حدوداست تقریبا. شاید که چیز کم دو سال شب یا از صحبتی که ما و شما داشتیم، نه از اونا شاید همه دو نیم سال یا دو سال همه حدود است لشکری صاحب. یادش بخیر پروانی صاحب. هرچندی که همه روزها آمد آمد همه رفیقا بسیار نزدیک بود. ما و خودتان اگر یادتان هم باشد در استودیو گفتیم پروانی صاحب شاید بار دیگه ای که ما مصاحبه میکنیم اوضاع دیگه رقم باشه، به خاطر که رفیقات تا پشت دروازه کابل آمدن. خوب یادم است، اما به هر صورت آمدن.
گفته آقای کرزی خدا بیارشون، کاش که خدا نمی آورده جان. اما بر صورت فرمانی صاحب، اونا آمدند و ما رفتیم. اونا آمدن به افغانستان و ما رفتیم از افغانستان. گویا تقدیر این گونه است که هر دوی ما، هر دو نسل یا هر دو خط فکری در یک جغرافیا نمی گنجیم. که به هر صورت من می خواهیم این ازتون بپرسم که دوری از وطن پروانی صاحب چطور تیر میشه؟ پیر شدید یا نه؟ من خب به خدا پیر شدم. لشکری صاحب کن، دوری از وطن بسیار سخت سپری میشه. لشکری صاحب نازنین، دوری از وطن، دوری از وطندارای نازنین ما و دوری از خاطرات فراوان و از خاطرات مقبول زیبایی که در داخل افغانستان ما داشتیم، از اونا دوری کردنش بسیار سخت است. و آمدی سر ری سفیدی و جوانی ما، باور بکنین به خدا قسم که ما هم گوشگه که ریشم و مقاط تارک های موی سفید شده و سخت است. لشکری صاحب کن، این زندگی مسافری خارج، زندگی مسافری با خصوص امریکا آنقدر سخت است، آنقدر سخت است لالا عزیزم، که شب و روزش برادر با درد و رنج سپری میشه. برات قصه کنم دیگه لشکری صاحب نازنین، بسیار سخت سپری میشه لالا عزیزم. میدانم پروانی صاحب، میدانم صدای دهل از دور خوش است. میگم صدایش که از دور بشنوی خوش، از نزدیکش که باشی پردگه که گوش آدم پاره میکنه برادر. جناب پروانی، شما در مصاحبه گذشته تان در کابل و در برنامه کاکتوس که ما و شما داشتیم گفتید که انسان نمیدانه که خدا برای او چه تقدیری در نظر گرفته و داستان خودتان را، داستان دوران کودکی و نوجوانی خودتان را که با چه مشقتها کار کردید و زندگی کردید و بالاخره سرپای خود استادید و بالاخره یک خانواده را مدیریت کردید و سرپرستی کردید را گفتید. من میخواییم عالی از شما بدانم پروانی صاحب که این تقدیری که حالا خداوند برای من مد نظر گرفته برایتان چطور میگذره؟ زندگی در مهاجرت چطور است؟ کمی از این مهاجرت امریکایی بر ما بگویید. از مهاجرت امریکایی لشکری صاحب نازنین، باور بکنین که پیشتر هم براتون عرض کردم که بسیار زندگی پر از سختی ها و زندگی پر از مشکلات و زندگی امریکایی که بیادر ما اصلا در این زندگی عادت نداشتیم و اصلا در این زندگی ما دست پنجه نرم کرده بودیم. و افغانستان نازنین، زندگی افغانستان نازنین تا زندگی ای ملک های بیرون، زمین آسمان فرق میکنه لشکری صاحب نازنین. فقط یگانه رای است که همیشه به پروردگار دعا میکنم که خداوند دوباره وطن نازنین ما را آرام و آباد بسازه که ما بتانیم از این مسافرت، از این غربت، از این پریشانی که ما امروز به سختی ها که شما بارزه میکنیم دور شویم و دوباره به افغانستان نازنین بر بگردیم. اگر از زیاد از ما پرسان بکنی شاید گریه بکنم برای تشکه های بریزه لشکری سابقا. یک زندگی است که تک تناستیم، یک زندگی است که همه افغان ها اینجا هر کی مطلوب روز و روزگار و برنامه های زندگی خود هستن و اون محبت و اون صمیمیت و اون رفاقتی که در داخل افغانستان بود یک میدش در بیرون نیست و بسیار سخت سپری میشه لشکری صاحب نازنین. پروانی صاحب، شما گفتید که تنها شما با خانواده از افغانستان خارج نشدی، شما تنها بیرون شدید، درست است؟ بله عزیز دلم، ما همراه صفی جان بیرون شدیم. خانواده تیتو پرک هستن هر طرف از لشکری صاحب. و ای دیگه غم، تنهایی دیگه غم. بله بسیار غم بزرگ. پروانی صاحب، از وطندارای امریکایی یاد کردید و وطندارای امریکایی بگویید سرشان بد نخوره، از وطندارای ما در امریکا یاد کردید، چقدر خوی، خواص، اخلاق، منش، رفاقت، دوستی ها در میان افغانهای داخل افغانستان و افغانهای بیرون از افغانستان فرق میکرد؟ من خب بسیار تفاوت ها دیدم پروانی صاحب. من خب به خدای قبرتان بگویم که قصه کنم به خدا ایران میمانید، بسیار تفاوت دیدم. شما چی دیدید؟ اما گپ خود شما را من هم تایید میکنم لشکری صاحب قند. رفاقت افغانستان، مردم افغانستان با افغانهای خارجی ما، زمین و آسمان فرق میکنه عزیز دلم. اگر من هم باز بکنم کنجه های دلم، کتابچه های دلم،
یک دنیا قصه است، یک دنیا درد و دل است. لشکری صاحب خنده نازنین، همو خوب است که بیشک به کاموشانه باشیم. این قشه خوب بگو بر ما فرمانی سب. همه قشه برات بگویم که از وقتی که ما اینجا آمدیم لشکری صاحب خند، باور بکنین که زندگی امریکا و زندگی مسافرت بر ما و بر تمام افغانایی که نو آمدن زندگی صفری بود. همینقدر برات میگم که تقریبا 2 سال میشه ما در داخل امریکا هستم، فعلا هم فکر کو که زندگی صفری را پیش میبرم. بس متاسفانه و این بزرگترین چالشی است که هموطنان مایی که در طی 1-2 سال از افغانستان خارج شدن با آن روبرو هستن و بسیار زیاد سخت است. پروانیس یک کمی از این گپکا دور شویم. انگلیسی تان چطور شده؟ تایت رایت شده یا نه؟ لشکری صاحب خند آنقدر مصروف جنجال زندگی امریکایی هستیم که همیشه اوش و گوش ما طرف زندگی که هینج است، که با الانمان که این طرفش پول میگیره و این طرفش پول میگیره و این طرفش پول میگیره، خلاصه هر قدمش پول باید برشان آماده بسازی. یک طرف قضیه و طرف دیگه که طرف افغانستان و طرف فامیلا و طرف تمام مردم افغانستان امی فکر ما از و جگرخون هستیم. وچه مطور موقع ما ساید نشد که ما برم درس بخوانم و باور بکنین که میالا ما هم ایچ هم توانایی را مغز من داره که ما درس انگلیسی را بگیرم و ما انگلیسی یاد بگیرم. بیادر انگلیسی ما تای تو رایتش بیخی از من رفت. نه تایتش مانده نه رایتش نه. پروانی صاحب یک تور یک دوره از کنسرت ها را در امریکا فکر کنم شروع کرده بودید از طریق صفحاتش. ما هم خود درگیر زندگی در اروپا، اما تا خود بلد بسازم مگر می دیدم از دورا دور دنبال می کردم و می دیدم که نام خدا کارک ها شروع شد. پروانی صاحب در امریکا کنسرت های خود آغاز کرده و گاهی در یک شهر و گاهی در شهر دیگر کنسرت. بس است دیگه پروانی صاحب، در کنسرت که یک لک مانده باشد، 1-4-5 کنسرت، 1-4-5 لشکری صاحب زنده باشین، سلامت باشین. من جا داره که سپاسگزاری کنم از تمام وطندارای نازنینی که در کنسرت های ما اشتراک کردن، آمدن، تشویق کردن و لطف کردن، کوچک نوازی کردن، قربان قدم هایشان و واقعیت که انرژی بخشیدن لشکری سابقن. اما از دیگه چیزش اصلا صحبت نمی کنم. پیشتر هم گفتم که باور بکنین که در زندگی صفری قرار دارم لشکری سابقن. یکی از کجا آمد و به کجا رفت او را خدا می دانه. بس خلاص دیگه شما نمی دانم و همیشه من حقیقت خدا گفتم لشکری صاحب در هر برنامه که بوده و هر جایی که ششتیم با دوستا با رفیقا، اگر برنامه تلویزیونی بوده مثل برنامه های خودتان، ما اون چیزی که حقیقت بوده حقیقت خدا گفتیم. برادر گذشت لشکری صاحب نازنین از کف داد نمیزنم. البته تقدیر برای ما امیر ساخته بود که بیادر دمی امریکا هم بیایم، ما صفر پیش نرم. ای که چه وقت تغییر میکنه زندگی ای را هم نمیدانم و باز هم توکل ما به پاک پروردگار، شکر به جان جور ما و انشالله که افغانای نازنینی که صدای مرا میشنون، ما دعا میکنم برشان تمام افغانایی که امروز در بیرون هستن با هنرمندای خود رفیق باشن، با تمام افغانایی که امروز نو از افغانستان فرار شدن رفیق باشن، بتانن امی افغانای نازنین ما که چند وقت پیش در ملکای خارج زندگی میکردن و آمده بودن، اونا بتانن امی افغانای نو نازنین ما را که نو مهاجر شدین، مسافر شدین، دستشان رفیقانه بگیرن، دوستانه بگیرن، صادقانه بگیرن. امی آرزو را از تمام افغانای نازنین خود مدارم و انشالله که صدای مرا بشنون و با صدای ما لبیک بگوین و این کار انجام بدن. حالا پروانی صاحب ما دلا بلای گپایتان بسیار هم تو گلگکای بسیار هم تو غیر مستقیم و به اشاره میبینم. دلکت بسیار پر از بیادر از وطندارای ما در امریکا. او برادرای افغانای امریکایی چه کردید که پروانی صاحب پروانی صاحب در کابل به خدا بسیار قدر عزت داشت، ایج در زمین نمیمان گفته مردم. قربانتان لشکری صاحب نازنین صدای چم قربانتان. پروانی صاحب بیاید از یک کمی به عقب برگردیم.
مثلا امو شب و روزهایی که طالبان وارد کابل شدن، جمهوری سقوط کرد، آقای غنی فرار کرد و افغانستان به قول معروف شد دیگه به زرپوش. شرافت پروانی چطور از افغانستان خارج شد؟ به کجا رفتی؟ به کی زنگ زدی؟ چطور خود به میدان هوایی رساندی؟ از میدان هوایی کابل خارج شدی؟ به جای دیگر رفتی؟ پاکستان رفتی؟ ایران رفتی؟ چی شد؟ کجا رفتی پروانی صاحب؟ لشکری سابقا به پاسخ سوال شما بگویم که یک رفیقه که ما به نام لمر از جمله افغانای نازنین ما که در امریکا زندگی میکرد و اینجا مدت زمان زیادی رست پری کرده بود، اونا تقریبا ما 4 روز در داخل افغانستان امارت اسلامی طالبا کامده بودم، ما بودم و دوستا و رفیقان دیوالا تماس می گرفتن که آقای پروانی فعلا برآمدی یا هستی؟ من میفتم نه بیادر، من در یک گوشگه که افتادگیستم، غریب کجا برای و مسکین کجا برای. خب همین فکر بودم و بیادر که من بالاخره چطور میشه این زندگی ما. لشکری صاحب نازنین در سلر زمده دل ما زیاد و شرایط هم بیخیم گپ خودت که افغانستان دیگه به سرپوش شده بود که چستن. من نمیتونستم که و رای خود پیدا بکنم، میگفتم خدای نخواسته کدام قصه سر ما رخ نزنه و تندور هم گرم بود که بیادر نه تر خوش که یک جامعه سو. بالاخره دمی فکر و دمی موضوعات بودیم که لشکری صاحب نازنین زنگ یکی از رفیقا آمد گفت که پروانی جان میتونیم که ما خودت با یک رفیق خودت به بیرون از افغانستان انتقال بدیم، آیا شما میتونین که کتما بیاین و براین؟ مفت ما بیادر میخواییم که برایم و شرایط دیگه خالت ما خلاص شد، اینجا بیچاره میشیم، اینجا پریشان میشیم و خدای نخواسته کدام عادثه سر ما رخ نده. ترس لرز زیاد بود لشکری سابقا و دپالی از امی مادر نازنین ما بسیار بر ما تاکید کرد که تو باید وقتتر می برآمدی پیش از این که اینم و گپ خودت پیشتر که یاد کردی که در دروازه های افغانستان گروه طالبان هر طرف آمده بودن. مادر نازنینم برای ما اون وقت می گفت که تو باید برای از افغانستان، اما من نمی خواستم، می گفتم نه تمام مردم افغانستان ما جا با جا از من کجا بگریزم و کجا برایم و چیزی که سرمام سرمام. بالاخره همینطور یک شرایط شد لشکری سابقا و به همکاری امیل مرجان رفیق ما از افغانستان آمدیم، از خانه بر آمدیم، آمدیم و میدان هوایی کرزی از رای قصبه داخل شدیم و بالاخره رسیدیم به امریکا همراه لالا صفی جان، صفی جانی که همراه من رباب می نوازد. 2 نفر رفتید به دوحه، از دوحه رفتید به امریکا، درست است آقای پروانی؟ بله عزیز دل ما، بله بله جان ما، بله. این سفر چقدر وقت برد پروانی صاحب؟ چقدر وقت درا بودید؟ تقریبا ما لالا برات بگویم که لشکری صاحب ما اصلا فکر شام نمی کردم، ما تقریبا 3 شب و 3 روز در راه سفری کردم، ما رسیدم به امریکا. 3 شب و 3 روز؟ 3 شب و 3 روز ما گم این 3 شب و 3 روز عشق ریختیم و دمی 3 شب و 3 روز بسیار جالب استی برای ما. امی از امی افغانستان کرکت کردیم، ما را آوردن دمو دوحه قطر میگن نه، در اونجا که آوردن از اونجا یک شب سپری کردیم، از اونجا ما را انتقال دادن آوردن در ویرجینیا، یک میدان خوب یک نام داره، اونجا ما را آوردن که اسم از میدان اوایشان یادم رفته. باز از اونجا رفتیم دیگه داخل کمپ که تقریبا 2 ماه و چقدر وقت اونجا سپری کردیم در داخل کمپ ویسکانسین. در بین افغانایی که برآمدن از افغانستان به طرف امریکا رفتن، بیادر خودت خوشبخت چون بودی که در 3 شب و 3 روز رسیدی. یک تعداد وطنداران ما و شما بیادر ماهای ما در دوحه ماندن، در امو گرمی های قطر ماندن و با امکانات بسیار کم و محدود. و به هر حال آلی چطور از پروانی صاحب؟ آلی قرار است که در امریکا بمانید؟ حقیقت شب پرسان بکنیم لشکری صاحب نازنین، هیچ وقتی من میخواهم که دور از افغانستان باشم و هیچ خوش ندارم که دور از وطن باشم، اما حال فعلا شرایط افغانستان ما رقمی است که به حق ما هنرمندا بسیار ظلم است و لشکری صاحب وظیفه و پیشه ما از دست ما گرفته شده و مشکل است که با مسلکی که شب و روز ما دست پای خود نرم و گرم نگاه میکردیم و وطندارای نازنین کتش خوش نگاه میکردیم، او فعلا در افغانستان مرد
دیگه ما تا زمانی که افغانستان آرام شوه و آزاد شوه و ما بم بتانیم که دوباره کار خود آغاز بکنیم در افغانستان، تا اون زمان که در اختیار ما قرار نگیره مجبور مکلف هستیم که در بیرونا زندگی خود سپری بکنیم. چطور بکنیم لشکری سپری؟ همانی صاحب، شما دور اول طالبان را به یادتان است؟ یا به قول معروف ما و شما که در بین خود یگان نفر قسم میکنیم، امی قمچین دور اول طالبان و یادتان هست یا نه؟ بله بله لشکری سابقه، صدقیشم ما دور اول طالبا یادم است و از قمچین یک دو دانگک خوردیم، در نه در کدام جرم جنایتی خدای نخواسته، یگانه قمچین را که خوردم نماز پیشین بود، نماز چاشت، رفتیم طرف نماز و از نماز پس دوباره آمدیم طرف وظیفه و کار. اونجا رستوران بابی ما بود، من اونجا همراه مامایشان یک جا کار میکردم که صدای ما شنیدن، هزار سلام برشان. یک بار رفتیم نماز خوندیم طرف پاس میامدم طرف کار خود که دوباره قمچی نخوردم، حالا طرف مسجد امر بالمعروفشان همین شاش که دیگر همین چاره ای را خلاصه چکر میزدن، لالا با وضو بی وضو داخل مسجد میساختن و یک بار دو بار هر کی که نماز خونده بود خونده بود، همین قمچی نخوردیم دیگه نیست. فروانی صاحب، گردنت بسته که بی وضو سر نماز خواندن در دور اول یا نه؟ والا نه بی وضو نخوندم، اما دو دفعه خواندم. دفعه دوم چی میخواندی؟ دفعه اول خو میخواندی، دفعه دوم چی میخواندی پروانی صاحب؟ خو میرفتیم همونجا داخل مسجد می آمدیم برادر میگفتیم بیا دیگه اینش نفل. ما در کابل مولوی قلم الدین وزیر امر به معروف نهی از منکر طالبان در دور اول، در دور اول آمدن طالبان ای باز پاسان توبه کرد، یا بگویم پاسان دیگه باز طالب اعلان کرد در دولت جمهوری ماند. این مهمان ما بود در کاکتوس، من گفتم که کدام خاطره جالب از دوران وزارت داری؟ گفت اولا، من گفتم چی؟ گفت همی وطندارای اهل هنود ما که هست؟ من گفتم ما، گفت او بیچارا خو نماز نمیخوانن، گفت مسلمان نیستن. گفت یا آمدن پیش ما عریضه داشتن، گفتن ما را هر روز میزنن که برو نماز بخوان. گفت ما کارت پروان، گفت ما را در لین جماعت استاد میکنن بیاده. گفت هم مردم سر ما خنده میکنن، اما خود ما را خنده میگیره که حالی چی بخوانیم. گفت ایران، گفت باز پاسانا ما فهمیدیم که این مردم گفت نماز نه، حالی برحال عمود شد. پروانی سب، موسیقی یک جرم بسیار بزرگ و یک جرم نابخشودنی برای طالبان است. خط قرمز یا خط سرخ طالبان موسیقی کردن و یا موسیقی شنیدن است و شما به عنوان یک هنرمند در نزد طالبان بلا ناقه به قول مردم مجرم هستید، متهم هم نیستید، مجرم هستید به عنوان کسی که سالها با آلات موسیقی دست و پنجه نرم کردید و سر کار داشتید. من میخوایم اگر شما به عنوان یک هنرمند یک پیام داشته باشید به ملا هیبت الله، به سراج الدین حقانی، به ملا حسن آخوند، به ملا برادر که پیامتان را بشنوند چیست پروانی صاحب؟ لشکری سابقاً پیام بر تمام سران طالبان عمی است که آیا فکر کردند که در افغانستان چقدر هنرمند وجود داره و چقدر هنرمند اونجا در داخل افغانستان است و تعداد از این را باید یک شمار بکنند که این هنرمند ها چقدر اولاد دارن، چقدر فامیل دارن، این اصلا به خیال من فکرش نکردن و آمدن که موسیقی بند. و باور بکنین که لشکری صاحب نازنین آنقدر آلت هنرمندای افغانستان خراب است، اونا هم اولاد دارن، هم فامیل دارن، هم پوشاک ضرورت دارن، هم خوردنی ضرورت دارن، تمام مصارفی که دیگه مردم افغانستان داره امور هم هنرمندای نازنین دارن که امروز در حق هنرمندای نازنین آنقدر ظلم بزرگ صورت گرفته که لالای نازنین با ما تماس داره، اکثریت هنرمندای نازنین ما زیاد هنرمندای ما و در یک شرایط های بسیار بدی قرار دارن و واقعیتش لشکری صاحب نازنین وقتی که ما صدای هنرمندای نازنین که امروز داخل افغانستان باقی ماندین میشنوم، باور بکنین که آنقدر ناراحت میشم، آنقدر مایوس میشم، آنقدر بیچاره میشم
که ما بخی تا زبانم که شانه میگرده که صحبت بکنم، میگریزم از صحبتایشان فرار میکنم و ما از اونا خواهش میکنم که امروز امی قدرت افغانستان در اختیارشان است و چند ظلمی که صورت میگیره در افغانستان، یک ظلمی که بالای تمام خواهرای ما صورت گرفت که دروازه های مکاتب و دروازه های پانتون ها برایشان بسته شد، ظلم بزرگ دق خواهرای نازنین ما شد و یک ظلم بزرگ دیگه که دق خواهرای نازنین ما شد که افغانستانی نازنین یک مدت بسیار بزرگی را با درد و رنج و غریبی و بیچارگی و یتیم و بیوه و بیچارگی دست پایی نرم کرد افغانستان نازنین. چل چند سال میشه و یک تعداد خواهرای نازنین ما که در افغانستان ظلم بزرگ بر اونا شد که در هر گوشه و در هر مناطق وظیفه ها داشتن، کاروبار داشتن، دست از اونا از کارهایشان گرفته شد که اونا با نمو وظیفه گکایی که داشتن یک مقدار پول و معاشی که به دست می آوردن با مو پول و معاششان میتونستن که خرچ عیال خود آماده بسازن. تمام برنامه های از اونا هم خراب شد. امروز در گوشه های خانه هایشان من فکر میکنم پرایشان و دست بلاشه و تفلکایشان به طرفشان تماشا کرده که نان نیست مادر، هاو نیست مادر، لباس نیست مادر، مادر دستش از وظیفه گرفته شده و او هم در دسترخان ششتگی است که اولادکاش برای صدا میزنن که من این چیز ندارم، این چیز ندارم، مادر بیچاره، خواهر بیچاره ما. او هم پریشان که طالب آمد از مرا وظیفه ما گرفت، مرا خانه نشین ساخت. ظلمی که در حق خواهرای نازنین ما، در حق تمام ملت افغانستان شد و بخصوص در حق هنرمند، در حق خواهرای نازنین ما زیاد و فراوان شد که من با رهبران طالبان همی پیام میرسانم یا صدای مرا بشنوند، لطفاً لطفاً به حق افغانستان نازنین ما دمیق در وقت که ظلم شده شما آمدین، حکومت هم گرفتین و تمام اختیار افغانستان در اختیارتان قرار گرفت، لطفاً شما تسهیل خانما را بند نکنین، لطفاً وظیفه های خانما را شما بند نکنین که نصف افغانستان امروز اگر مردها کار میکردن در نصف افغانستان خانما هم شریک زندگی بودن، شریک کار و بار و روز روزگار فامیلایشان بودن، اما آنقدر در حق از اینا ظلم شده، در حق ما ظلم شده که لالا عزیز اگر من شب و روز قصه بکنم هیچ فکر نکنم قصه های من خلاص شد. ولشگری سایق با شما موافق هستم پروانی سر، به هر حال زنان زیادی ناناور خانه های خود بودند، بله، سالها جنگ در افغانستان، کشته شدن مردها و سرپرستهای بسیار زیادی بود و بلد. همین زنان، همین شیر زنان، همین دلاور زنان آستین بالا زدن و نان حلال سر دسترخان خانواده خود بردن، طفل خود کلان میکردن. همین طالبانی که امروز دست آنها را از کار کوتاه کرده باید قبل از هر چیزی این را بدانند که خانه های همان زنانی که از کار بیکار شده سرد است در این زمستان. بله، بله، بسیار خالیست. شکم فرزندانشان خالیست و من نمیدانم که در اون دنیا چه جواب و چه پاسخی خواهند داشت. اما آقای پروانی، اگر قرار باشه که به دستور طالبان شما موسیقی را کنار بگذارید و شامل عف طالبان شوید و به وطن برگردید، حاضر هستید که این کار را کنید؟ نه خیر لشکری سرکن، نه خیر، حاضر نیستید؟ نه خیر. بسیار ای سوال من فکرم این سوال چیز واری بود پروانی سر، سوال اینمی کمیسیون هایی که مهاجرین در مصاحبه میکنن سوال محکمه <بود. تصفيق> فرمانی سر، یک خبر بسیار داغی که چند روز پیش، خب البته یک تعداد زیادی از انسانها در ترکیه و سوریه به دلیل وقوع زلزله جان خود از دست دادند، خداوند غریق رحمت چان کند، در میان اینها مخصوصا در ترکیه تعدادی از افغانها هم بودند، خداوند آنها هم غریق رحمت کند. همین طالبانی که همین لحظه صحبت کردیم سرش که شکم یتیم ها و بیوه زنان در کابل و در افغانستان نمیتونن سیر کنن، در خلیته پلاستیکی یک مقدار پول بردن به ترکیه کمک کردن. این کاکان همین پیسه را
اتو نرانه رفت دادم دمی خلدکه که انداخته بود پیشتی کل رسانه ها و نفر ترک صدا کردم و سیاست مدارشان وزیر چطورکایشان بود گفت من بگیری نیره او ایران مانده بود ترکی ایره بگیرم نگیرم والا بسه هم سرکش خم بیچارم و خلیته پلاستیک گرفت ای یکی از همو نادرات سیاست در دنیا بود من مطمئن هستم که در تاریخ خواهد ماند بله بسیار خوب پروانیس یک سوالی که من مطمئن هستم شما هم با او بارها سر خوردید و روبرو شدید و مطمئن هستم که شما هم مثل بسیاری از افغان ها از این سوال فرار میکنید تا پاسخ ندید چهار تا آدم معروفتر وطنداره که ببینن وطندارای ما بازاجل ازش پرسان میکنن من میخوایم این را بدانم شما به عنوان یک هنرمند به عنوان یک هنرمند به عنوان هنرمندی که در سالهای اخیر درجه یک بودید و کسی نمیتونست که جایگاه شما را به دست بیاره فکر میکنید که آقای اشرف غنی جدیترین و اصلیترین بانی سقوط نظام جمهوریت و سرگردانی میلیون ها افغان در سراسر دنیا بود یا خیر بله بله چطور یک بله. کلمه جواب میدید پروانیس چی بگویم برادر امروز ما از دست از امونا اینه مسافر شدیم بیچاره شدیم افغانستان درست و مکمل سکوت کرد و به گروه طالبان تسلیم داده شد و ما بیچاره شدیم بیخانه شدیم آواره شدیم دربدر شدیم دلک ما تکه تکه است عزیز دلم با وجود از اینکه در حکومت های گذشته هم ما در امون داخل افغانستان رنج و درد و با غریبی همیشه دست پنجه نرم می کردیم و امروز از او غریبی و بیچارگی هم بیدر یک طرف که بارها شکر خداوند می کشیدیم که در داخل خود افغانستان بودیم بار شرایطش اما امروز یک شرایط دیگه آمد که برادر با کتزمو غریبی و کتمو بیچارگی که همیشه شکر خدای خود می کشیدیم امروز ما فرار فرار وطن ها فرار فرار ملک های بیگانه ها شدیم که اینجا هم خدا را سپاسگزاری می کنیم که سطمند هستیم اما که دور از وطن هستیم دور از وطنی که ما در او بزرگ شدیم دور از وطنی که ما در او خاطرات تلخ و شیرین را داریم امروز آواره در بدر هستیم لالای قند ما این دپالی از اینکه گنرمند هستم و همیشه ما بر تمام وطندارای نازنین خود با آلاتکای موسیقی خود رفتیم لبخند آوردیم و همیشه ما تمام خوشی های مردم نازنین خواستیم و امروز به صفت یک فرد عاجز افغانستان به صفت یک هنرمند عاجز و فقیر افغانستان دل ما درد میگیره و برادر که من یک عمر اونجا خدمت کردم خدمتی را کردم که لبخند آوردم اما اونا چی کردن اینه بالاخره زدن همگی ما را تیت و پاشان و جگرخون و پریشان ساختن همگیشان نه تنها دکتر صاحب اشرف غنی تمام تیمشان تمام کسایی که شریک بودن امونا زدن آواره و دربدر ما ساختن و میایم سر یک نکته گپ دیگه هم که لشکری صاحب شما پیشتر صحبت کردین در ارتباط زلزله زدگان ترکیه و سوریه ما دعا میکنم که خداوند گذشتگانشان بیامرزه و زخمی هایشان خداوند صحت کامل نصیب گردانه و در بین از اون افغانای نازنین ما بودن که تمامشان خداوند باز هم دعا میکنیم که بیامرزه و زخمی گکایشان خداوند صحت کامل نصیب بگردانه و برای فامیلایشان غم آخر باشه انشاءالله خداوند دیگه افغانستان نازنین ما را مردم افغانستان نازنین ما را خداوند درد و رنج نشان نده و در ارتباط کمک کردن راستی پیشتر یاد کردین که گروه طالبان کمک کردن به زلزله زدگان ترکیه با وجود از اینکه افغانستان نازنین چندین سال هاست که همیشه زلزله سر تا سر افغانستان تکان داده روید و زلزله که نه تنها خانه ها را می تکانه که خانه های دل ها را تکان داده روید و همیشه پریشانی در داخل افغانستان و باید که همین کمک برای مردم افغانستان می شد و ایش بر صورت خوشحال بایی شدیم که بار اول از ما در طول زندگی خود شنیدم که افغانستان نازنین میتونه یک کشور دیگر دستش را بگیره و دهی بسیار خوشحال شدم که افغانستان چنین یک کار کرده و جالبش دهیست که تمام دنیا سر ما خنده کردین شایدشان میبردارم سر ما خنده کردن که این افغانستانی که
همیشه دست خودش دراز است بر دیگاه که کی بر ما کمک روان میکنه. امروز افغانستان بر کشور دیگه کمک میکنه، این بر دنیا خنداور بوده. با وجود از این که امروز ما افغانستان غنی را داریم، افغانستان بسیار پر از سرمایه را داریم و از وقتی که ما جوان شدیم دست چپ راست خودم میشناسم، لشکری سابقا افغانستان ما در حالت خیرات طلبی دیدیم و آنقدر خیراتی که در افغانستان روان شد که مردم او را خیرات میگفت، ما او را اصلا هیچ خیرات فکر نمی کنم. چرا که هر مقدار پولی که اگر در افغانستان کمک میشد، لشکری صاحب نازنین، اگر 1 میلیون کمک میشد به جای 1 میلیون، میلیون ها از افغانستان برده میشد. اما مردم افغانستان بازی داده میشد، سرمایه گکای افغانستان رو میبردن. امروز ما کمک میکنیم به کشور دیگه و کشورهای دیگه بر ما میخندن، حتی افغانهای خود ما بر ما میخندن که گروه طالبان بیادر بر یک زلزله زدگان یک کشور دیگه کمک کرده. او برادر خانه تابات، خانه پدر در پدر تابات، خیر ببینی تا می کار کردی و ما خوشحال شدیم که امروز افغانستان چنین کار مقبول زیبا را کرده و در شرایطی که خودش چقدر در حالت بد قرار داره. هزاران خانه میال گرسنگی شیشتگی است، هزاران خانه میال بدر سرد و یک آغوشه که گرم نمیفند که خود را بندازن و در این شرایط افغانستان کمک میکنه به دیگه کشور. به به و راستی یک چیز دیگر هم خوشحال شدم که نمو وقتی که کمک ها به ترکیه میرفت و شما خانه خلطگی که پلاستیکی را دیدین، ما در سوشال میدیا دیدم لشکری صاحب که در این تقدیر همین موترهایی که از طرف افغانستان کمک شده بود، بیرق سیرنگ افغانستان زده شده بود. بسیار خوشم آمد و انشالله که خداوند همه وطنداری ما را آرام آسوده داشته باشه. دیگه بسیار پرحرفی هم کردم، امیدوار هستم که لشکری صاحب خودت سرت درد نورده باشه. میدقی که دلم همونطور غصه کرد و دلم همونطور درد کرد صحبت کردم و انشالله که صحبت های مرا رهبران طالبان، رهبران امارت اسلامی بشنوند و آرزو میکنم که دشنام برای من اتن و عملی بکنن صحبت های مرا بشنوند. توکل به الله، دیگه ما میگه پکای خود زدیم. لشکری صاحب دل از اونا که چی قضاوت میکنن و چی میکنن. قربانتان پروانی صاحب، من مطمئن هستم که به هر حال افغانستان خانه مشترک همه ما و شماست، همه ما در او خانه سهم داریم، حق داریم، خاک ماست، هم او سر ما حق داره و هم ما سر او خاک حق داریم. بله. من مطمئن هستم روزی دوباره برخواهیم گشت و در کنار یکدیگر در کابل خواهیم نشست و مصاحبه خواهیم کرد و این روزهای مهاجرت را روزی در کابل با یکدیگر دوباره با قصای گرم یاد خواهیم کرد. سپاسگزار از شما آقای پروانی از اینکه بر ما وقت دادید تا نزدیک به 1 ساعت با شما به گفتگو بنشینیم و در مورد موضوعات 2 سال اخیر شما صحبت کنیم. فقط یک سوال جناب پروانی، کدام کنسرت باز در این روزها در است یا نه؟ والا لشکری سابقا فعلا یک کنسرت داره نیست. لشکری صاحب ببینیم که بخیر زندگی باشه، سال بعدی بخیر. دگال بیخی گوشنشین شدیم لالای قندم. از شرافت پروانی که ایج عادت گوشنشینی را نداشت، بعید است که گوشنشین شد. بله بله گوشنشین شدیم لشکری صاحب قند. حالت، شرایط و برنامه هایی که سپری شد مرا گوشنشین ساخت لشکری صاحب خان. امیدوار هستم که روز به روز موفق‌تر و سربلندتر از گذشته باشید و کارهای بیشتری از شما ببینیم. سپاسگزار شرافت پروانی، یکی از محبوب‌ترین و مشهورترین هنرمندان موسیقی افغانستان، از اینکه با ما وقت دادید. تشکر لشکری صاحب خان، با عزت و سربلند و سرفراز باشین. تشکر از خودتان که ما را در برنامه زیبایتان وقت دادین، دعوت کردین. آباد باشین، آرام باشین، سربلند باشین، سرفراز باشین. لشکری صاحب با تمام مردم افغانستان نازنین ما که در هر گوشه ای هستن و در داخل افغانستان هستن، ما و خودتان، کل ما، تایت و رایت و لپ و جپ و خوش و خندان و
سربلند و سرفراز باشیم. یه نمتو خدا نگهدار جناب پروانی. سپاسگزار از شما دوستان عزیز تا این دم ما همراه بودید. گفتگوی من با آقای شرافت پروانی را دیدید. تا هفته دیگر که باز هم انشاءالله من مختار لشکری در خدمتتون خواهم بود. خدا نگهدار.